بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. محصلان گرانقدر، امید که خوب و صحتمند بوده باشید و از گزند حوادث در امان خداوند متعال جل جلاله بوده باشید. در پنجمین جلسه درسی من شما در مضمون جرم شناسی با همی بحث را خواهیم داشت که قوی اجزای قوی مقاومت چه خواهد بود. در جلسه چهارم درسی من شما با هم بررسی کردیم بحث را تحت عنوان عوامل بازد و عوامل تعیین کننده آماده کننده و همچنان عوامل بازدارنده را با بررسی گرفتیم. اراده را تعریف کردیم و قوی مقاومت را دانستیم و دانستیم که اراده دارای دو جهت بود، جهت داخلی و جهت خارجی. قوی مقاومت را اولین رکنش را گمان رعایت احکام دینی بود با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داریم و دانستیم که قوی مقاومت کدامین جهت ها و اهداف را دارا می باشد کدامین جهت ها و اهداف را دارا می باشد. همچنان من شما با هم در بحث رعایت احکام دینی را با جزئیات آن درک کردیم. حالا می‌پردازیم و دومین رکنی از قوه مقاومت که همانا تعلیم و تربیه می باشد. دومین عنصره که باعث تقویت نیروی مقاومت در وجود انسان ها می گردد و مانی ارتکاب جرائم می شود همانا تعلیم و تربیه است. به هر صورتی که یا به هر اندازه‌ای که در جامعه سطح تعلیم و تربیه سالم افزایش یابد، میزان جرائم و اعمال جرمی کاهش می‌یابد. اما برعکس، در یک جامعه‌ای که میزان سطح دانش، تعلیم و تربیت کاهش یابد، جهل و نادانی، بی‌بندواری در جامعه حاکم و افزایش می‌شود. بنان واضح است که میان میزان سطح ارتکاب جرایم، اعمال جرمی و تعلیم و تربیت یک تناسب معکوس وجود دارد. یعنی هر انسانی که قوی فهم و دانش بهتر و خوبتر داشته باشد، قوی مقاومت و نیروی مقاومت آن تقویت می‌گردد. اما هر انسانی که قوی مقاومت آن از نیروی تعلیم و تربیت مناسب برخوردار نبوده باشد، با اندک مسئله جزئی بدون تحمل و دوراندیشی عکس عمل منفی را بروز داده و باعث می‌گردد که جرایم ارتکاب یابد. اما واقعا آیا تعلیم و تربیت میزان جرایم را کاهش می‌دهد در جامعه یا خیر؟ ما در این بحث هستیم و بر این عقیده هستیم که امروزه در جوامع بشری هرچند مؤثریت تعلیم و تربیت را ما نمی‌تانیم انکار کنیم، اما معمولاً تعلیم و تربیت هم آنچنانی که تعریف می‌شود مانعی کاهش جرایم نمی‌شود امروزه اکثراً از دید علما و جرم شناسان جرایمی که توسط افراد باسواد و دارای تعلیم و تحصیل صورت می‌گیرند، همانا بحث جرایم تخلفکاری ها، جعل و تصویر و میزان بحث تحت عنوان بحث ارتشاء و فساد می‌باشد. و اما هرگاه تعلیم و تربیت مزین با ارزش های اسلامی کامل بوده باشد، اینجا کسی که کاملا ما میتونیم به تقویت نیروی مقاومت و قوی مقاومت بیانجامه و مانی یک سلسله بحث‌های تحت عنوان ارتکاب جرایم شود. بنان اینجا بحث ما این است محصلان گرامی که امان ضرب المثل معروف وجود دارد که با باز کردن دروازه مکتب و کهنتون یک دروازه زندان بسته میشود. اما متاسفانه در جامعه ضعیف و عقب مانده مانند در افغانستان، امروزه بیشترین میزان ارتکاب جرایم توسط عناصر چیز فهم و عناصری که اهل علم و سواد هستند صورت میگیرند و اکثریت جنایات و قبیح و اسفبار توسط اینها صورت میگیرند. و اما در عمل گفته میتونیم که نقش تعلیم و تربیت سالم مبتنی با باورها و انگیزه های دینی سبب می شود که میزان جرایم کاهش پیدا کند. اما بحث دیگر رعایت موازین و معیارهای اخلاقی است. معاصران گرامی، اخلاق چیست؟
اخلاق عبارت از قوه تمیز و تفکیک میان خوب و بد می باشد. اخلاق عبارت از قوه تمیز و تفکیک میان خوب و بد می باشد. یا به عبارت دیگر گفته می دانیم که اخلاق عبارت از قوه تمیز و تفکیک میان اعمال خوب و بد و اعمال نیک و خوب و از اعمال بد می باشد. رعایت و توسعه معیارهای اخلاقی و مراعات آن مستوجب تقویت نیروی مقاومت و کاهش میزان جرایم در جامعه می شود. اما گفته می تانیم که اخلاق همواره، قواعد اخلاقی همواره باعث کاهش ارتکاب جرایم در جامعه می گردد. همان اخلاق که اخلاق اسلامی بوده باشد و این بزرگترین نعمت است. خداوند متعال جل جلاله از جمله نعمتهایش هم همانا قواعد اخلاقی را قرار داده که با تطبیق این قواعد جامعه و خودی خود به طرف اصلاح و تربیت می رود. ما زمان می تانیم قواعد اخلاقی و اندخته های اخلاق اسلامی را در وجود افراد در جامعه نهادینه نماییم که این قواعد و ارزش ها تقویت گردد و عملا تطبیق شود و این قواعد را می توانند که والدین به گونه درست و اساسی آن در وجود فرزندان نهادینه نماید و در عمل تطبیق نماید. بعدتر از قواعد اخلاقی محصلان گرامی رعایت قوانین و ترس از تطبیق مجازات می باشد که قاعده ای وجود دارد که عده‌ای از مجرمین و با ارتکاب جرم میزان مجازات و قوانین آگاهی دارند و می دانند. اما ایده از افراد هستند که از ترس تطبیق مجازات و مقارنه و مقایسه آن با وضعیت، حالات و اوضاع و احوالی که بعد ایجاد می شود بعد از ارتکاب اعمال جرمی از ارتکاب جرایم هبا می ورزند و بحث دیگر وجدان نیکو است که انسان را به اعمال خوب و نیک رهنمایی می کند. وقتی که انسان یک عمل خوب را انجام می دهد وجدان آن احساس آرامش می کند. بنان وجدان محکمی باطنی است که انسانها را وامی دارد و تقویت اعمال سالم و ارتکاب اعمال سالم. این از محصلان گرامی قوی مقاومت یا همچنان بحث عوامل بازدارنده ارتکاب اعمال جرمی. حالا می رسیم به قسمت دوم در علم جرم شناسی که عوامل ایجاد اعمال جرمی یا عواملی که فراهم کننده و فراهم ساز تسهیلات در ارتکاب اعمال جرمی می باشد. مثلان گرامی، رفتار آدمی مرهون عکس‌العمل های فردی باید که منشه آن متأثر است از عوامل درونی، عوامل بیرونی و یا در حالی که یا عوامل دیگری که در وجود انسان نهفته است که تحت تاثیر عناصر فوق ذکر مانند جسم، روان، اجتماع، محیط، خانواده و هر رفتار دیگر که از آشکار می شود عناصر سیگانه فوق ذکر در آن مشاهده می شود. بنان از منظر پژوهشگران منشی اعمال و رفتار آدمی از عوامل درونی و محیط بیرونی سرچشمه می گیرد. اگر رفتار آدمی را معلول بدانیم علل آن نشأت میکند از خصوصیت های شخصی، روانی و ویژگی های جسمی توأم با مؤثریت محیط. یعنی معنای بحث محصلان گرامی اینجا این است که کلیه رفتار آدم ها متأثر است از شخصیت روانی و ویژگی های جسمانی و مؤثریت محیطی. بنان اندیشه های زیاد پیرامون موضوعی فوق ذکر وجود دارد. علما نظریات مختلف را ارائه کردند. ایده معتقدند که شخصیت روانی توأم با تأثیرات محیطی موجب ارتکاب جرم می شود و امراض از قبیل اختلالات روحی و روانی و سایر موارد هم انسانها را در ورطه جرایم سقوط می دهد. ایده دیگر معتقد هستند که و نظریات جامعه شناسی در قبال عوامل جرمی و بیان میکنند مدعی هستند که در ارتکاب اعمال جرمی را نمیتوان اختلالات روانی، جسمانی و عوامل درونی افراد جامعه را توجیه نمود، بلکه اعتقاد دارند که شرایط نامناسب خانوادگی،
ضعف تربیت، کمبود محبت، عدم موجودیت عقاید مذهبی مسبب ارتکاب اعمال جرمی می شود. بنابراین وقوع جرائم در جامعه امر پدیدی تصادفی نیست، بلکه بشر قادر گردد که این عوامل را محال ماید و جرائم به خودی خود از بین خواهد رفت. محصلان گرامی، این بحث به صورت واضح برای من شما بازگو و بیان می کند که رفتار آدمی متأثر است از ایده از عوامل مانند عوامل درونی و عوامل محیطی، یعنی بیرونی است که این عوامل با هم در ارتکاب اعمال جرمی نقش نهایت کلیدی و اساسی دارند. ایده از این دید بررسی می کند، اما ایده دیگر از دید جامعه شناسی بررسی می کند و عوامل را که قبل تذکر داده و شرایط نامناسب خانوادگی تا ضعف تربیت و نبود عقاید مذهبی در ارتکاب جرائم بررسی میکنه. بنان از نظر علم جرم شناسی، جرم یک پدیده تصادفی یا یک بحث اختیاری یا بحثی که تصادف ایجاد شده باشد نیست، بلکه عوامل امحا کننده و ایجاد کننده ای وجود دارد که این عوامل باید عوامل ایجاد کننده وجود دارد. پس ما باید در جنب عوامل مطالعه عوامل ایجاد کننده، عوامل امحا کننده یا از بین برنده را هم مطالعه نمیم تا با جرایم پدید مبارزه مؤثر و بهینه صورت بگیرد. خب حالا این عوامل جرمی در جامعه را من شما به دو دسته تقسیم میکنیم. محصلان گرامی، به دو دسته تقسیم میکنیم: عوامل درونی یا عوامل فردی جرم، دوم عوامل بیرونی یا عوامل اجتماعی جرم. عوامل بیرونی یا عوامل اجتماعی جرم، بنابراین وقوع جرائم بنابر عوامل عدیده است که به هر اندازه که جرائم زیاد بوده باشد به همان اندازه علل و عوامل جرائم بیشتر است. بنابراین ما در اینجا گفته میتونیم که در صورت عملی و بحث های عملی ما باید این عوامل را تقسیم بندی کنیم که عملا در دیاگرام به صورت بسیار واضح و خوبتر برایتان بیان شده: عوامل درونی یا فردی و عوامل بیرونی یا اجتماعی می باشد. عوامل فردی یا داخلی را ما تقسیم بندی می کنیم و عوامل فردی ارادی و عوامل جسمی، ذاتی یا غیر ارادی. ما عوامل فردی یا داخلی جرم را با دو بحث تقسیم می کنیم: اول عوامل جسمی، ذاتی یا غیر ارادی است و دوم عوامل فردی ارادی می باشد. عوامل فردی ارادی است که اینجا به صورت واضح بیان شده. حالا محصلان گرامی، من به عوامل جسمی، ذاتی یا غیر ارادی را به بررسی می گیریم. عوامل جسمی، ذاتی و غیر ارادی را من شما به بررسی می گیریم که شامل وراثت، عوامل مادرزادی، جنسیت، عوامل سنی، عوامل نژادی و عوامل تحت عنوان اختلالات روانی. حدوداً 6 عامل است که در عوامل جسمی ذاتی غیر ارادی نقش دارد. عوامل جسمی ذاتی غیر ارادی نقش دارد که اول آن وراثت و اخیر آن اختلالات روانی است. خب حالا میایم از وراثت آغاز میکنیم که وراثت چی است و نقشان در بروز و ارتکاب جرائم چه خواهد بود. آیا وراثت بحث اساسی را در این راستا میتواند آرا باشد یا خیر؟ ایده‌ای از علما در گذشته معتقد بودند که ویژگی های روانی و بعضا خصوصیات جسمانی والدین و حتی اجداد از طریق اصول وراثت و فرزندان قابلیت انتقال را دارا می باشند. از آن جمله علم کرمنولوژی، عملا بعضی از عوامل جرمی را مدیون عوامل وراثتی میشمارد، چنانچه سزار لامبرزو دکتر ایتالیایی است که بالای 160 تن از متعلمین مکاتب در سنین بلوغ قرار داشتند تحقیقات را انجام داده و در نتیجه بیان داشت که علل عرض مانع هر نوع اصلاح و تربیت می شود، یا عامل عرضی یا وراثت مانع هر نوع اصلاح و تربیت می شود.
تعلیم و تربیه سزار لامبرزو بیان می کند که تعلیم و تربیه به صورت ظاهرا تغییرات را در افراد ایجاد می کند، ولی اگر این افراد در محیط جرمزا قرار می گیرد، اثرات توارث یا وراثت یا میراث حتما بر بالای افراد اثر گذارد و آنان را مرتکب اعمال جرمی خواهد نمود. اما عالم دیگر به نام گریگوری مندل اتریشی عقیده دارد که بعضی از قسمت‌های ظاهری بدن مانند موی، رنگ، جلد و سایر خصوصیات و مشخصات از والدین و فرزندانشان در یک ژن‌های وراثتی امکان دارد منتقل شود. او همچنان بیان می‌کند از نظر جرم شناسی معتقد است که خوی، عادت، خاصیت و اعمال جرمی نیز محتملاً از اثر ژن‌ها به وراثت و قانون ژنتیک از والدین به فرزندان منتقل می شوند. از والدین و به فرزندان منتقل می شوند. گریگوری مندل بیان می دارد که در نتیجه تحقیقات صورت گرفته بیان می دارد که ادای از کروموزوم هاست که اشکال ظاهری را و از والدین به فرزندان انتقال می دهد و در صورت که اشکال و صفات ظاهری از والدین به فرزندان انتقال کرد، پس حتما اینجاست که یک سلسله عوامل جرمزایی که در وجود والدین هستند به فرزندان انتقال می کند. اما در موارد صحت و سقم این موضوعات تحقیقات صورت گرفته این نسبی که صورت گرفته عکس این مسئله را بیان کرده. مثلا یک دانشمند آمریکایی به نام گوادار، متخصص امریکایی، یک خانواده یک مجرم را به نام کالیکاپ مطالعه کرد که 480 نفر از اخلاق یا اجداد وی را مطالعه کرد و به تعداد 474 نفر آنها محبوس یا حداقل توقیف شده بود و صرف 6 نفر آنها به ارتکاب اعمال جرمی دست‌یافتند. همچنان یک دانشمند دیگر امریکایی عین بحث را داشتند و خانواده‌ای را تحقیق کردند که 50% آنها عین بحث را داشت. علاوه‌تن تحقیقات دیگری که اینجا صورت گرفته است، جان پنادل در فرانسه در مورد دوسیه 100 نفر مجرم خردسال را بررسی که 25% آنها سوابق ارثی الکلیزم داشتند، یعنی والدین آنها معتاد و مواد الکلی بوده است. تحقیقات صورت گرفته به اثبات رسانده این است که در بعضی از کرکترها اعمال جرمی و تمایلات مجرمیت از والدین به فرزندان منتقل می‌کند. سالها تحقیقات گوادر، دوکدل، دیتولیو در اول ثابت نموده. اما ما به این عقیده هستیم که به هر صورت در بعضی اوقات، بعضی حالات وراثت مسبب جرم است، ولی نقش ژن‌های وراثتی در ارتکاب جرم قاطع و مطلق نیست. قاطع و مطلق به هیچ صورت بودن نمی‌تواند. محصلان گرامی، محض وراثت مرتکب اعمال جرمی نمی شود، اما خوی و عاداتی که موجوده در والدین و فرزندان منتقل می کند. بنابراین انتقال این خوی و عادت گاهی اوقات سبب خواهد شد تا فرزندان مرتکب اعمال جرمی شود. اما امروزه تحقیقات صورت گرفته عملا و واضح بیان داشته است که به صورت کلیدی و اساسی وراثت نقش را در ارتکاب جرایم دارا نمی باشد. و ما از منظر شریعت مقدس اسلام و عقیده و بحث هستیم که هیچگاه وراثت عامل ارتکاب جرایم و گناه در وجود افراد و افراد در جامعه بشری نخواهد گردید و همچنان نمی شود. بنابراین محصلان گرامی، قاعده و بحث ما اینجا به صورت واضح این است. محصلان گرامی، که ما باید بدانیم، در عمل مشاهده کنیم که وراثت در ادای از حالات سبب ارتکاب جرائم است، اما کلن نخواهد بود. و زمان مسبب ارتکاب جرائم است که والدین چنین انگیزه را در وجود فرزندانشان تقویت نمایند و آنها را تشویق و ترغیب به این بحث نمایند. خب محصلان گرامی، در بحث تحت عنوان میایم در دومین عوامل جرمزایی که عوامل مطرح می باشد، عوامل جسمی، ذاتی و غیر ارادی، اختلالات مادرزادی است. این اختلالات مادرزادی عبارت از نوعی از تکالیف است که در
معیار حمل در زمان حاملگی، در حین تولد به یک شخص وارد می شود و اختلالات مادرزادی بعضا ممکن است افراد را به طرف مجرمیت سوق دهد و گاهی هم اثرگذار نبوده باشد. از این نقطه نظر است که اختلالات مادرزادی ما به حیث یک عامل جرمی مطرح بحث قرار می دیم. خب حالا اختلالات مادرزادی را گفته می دانیم که ما باید ای را به بحث های مختلفش را مورد بحث قرار بدیم. اختلالات زمان حمل را مورد بحث قرار بدیم، اختلالات زمان بارداری، زمان معیاد حاملگی، اختلالات وقت تولد، بعد از تولد را ما با هم در بحث داشته باشیم، ما مورد بحث بررسی قرار بدیم و در اینجا موارد را مطالعه کنیم. اختلالات زمان بارداری و حمل گفته می تانیم که شامل مسمومیت والدین حین القاح می باشد. هرگاه والدین در حین القاح یا غیر نارمل بوده باشند، از مشروبات الکلی استفاده کرده باشند، مسکرات و مخدرات استفاده کرده باشند، احتمال دارد این اختلالات در جسم و روان اطفال و مشاهده برسد و به صورت غیر عادی بوده باشد. همچه موارد در کشورهای غربی بسیار زیاد است، اما شریعت مقدس اسلام این بحث را حرام قرار داده است. لذا اختلالات وقت حمل در ارتکاب اعمال جرمی بسیار زیاد می باشد، بسیار زیاد می باشد. بنابراین اینجاست که در این بحث ما گفته می تانیم که اختلالات زمان بارداری، از مسمومیت والدین حین القاح، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنان اختلالات جسمانی و روانی در حین بارداری می باشد. وقتی که افراد از مسکرات و مخدرات استفاده کردند، حتما اختلالات جسمانی و روانی در وجود آنها ایجاد می شود و این اختلالات گاهی سبب می شود که ما اطفال این اعمال به اطفال انتقال کند. بنان راه درمان آن عدم استفاده از مخدرات و نکاح مشروع می باشد. نکاح مشروع که شریعت اسلامی آن را به صورت واضح تعریف و بیان کرده است و ما اکثرا در جامعه اسلامی نابخالص این بحث ها را دارا نیستیم، ولی متاسفانه در جامعه امروزی که ظاهرا امروز نام اسلامی را دارا می باشند، این بحث ها به صورت جدی، کلیدی و اساسی مطرح بحث است و عملا وجود دارند محصلان گرامی امروزه در جامعه بنام مسلمان وجود دارند. ما امروز افراد را شاهد هستیم که از مسکرات و مخدرات به صورت بسیار جدی و شدید آن استفاده می کنند. خب محصلان گرامی، باز هم در هر بحث اسلام حکمتی وجود دارد اگر ما واقعا آن را بدانیم و درک کنیم. بحث دوم اختلالات معیاد حاملگی است. نوع دوم از اختلالات مادرزادی است که مسبب ارتکاب اعمال جرمی می شود. بعد از گرفتن حمل، نطفه‌ای که به وجود می آید در رحم مادر ممکن است این اختلالات به فرزند به طفل انتقال کند. مثلا مانند داشتن بعضی از امراض می باشد، توبرکولوز، سلفیز، دیفتریا و یا همچنان بحث های اختلالاتی است که در میاد حمل و فرزند انتقال کند. استعمال مسکرات و مخدرات، هرگاه مادر در میاد حاملگی از بعض مشروبات الکلی و مخدر استعمال بکند، از نگاه طبی و صحی طفل جسمن با سوی شکل و یا بد قیافه و اختلالات عقلی و دماغی مواجه می شود، یا هم وارد شدن ضربات و شکم مادر حامله می باشد که گاه و یا برداشتن اشیای سنگین. اینجاست که اختلالات عقلی و دماغی را و طفل ایجاد میکنه و سبب محرومیت های آن میشود. حالا اینجا سوالی جای این است که آیا سوی تغذی، ترس داشتن، ترس و بیم، تشویش ها در اختلالات نقش دارد؟ به صورت واضح گفته میتونیم که سوی تغذیه ایجاد تشویش ها در اختلالات نقش عمده را دارا میباشد، ولی اینها سبب می شود که
سبب ایجاد پیامدهای ناگوار در حیات بعدی تسمیدندم. اگر مادر مبتلا به بعض مریضی ها باشد، حتی امکان باید معالجه و تداوی نماید. استعمال ادویه های قوی و خواب آور یا همچنان استفاده از مسکرات و مخدرات، عدم غذای مکفی و همچنان تشویشات روحی، همه آنها به اختلالات عقلانی و دماغی فرزندان خواهد انجامید و در نتیجه طفل معیوب به بار خواهد آمد و نتیجه این معیوبیت سبب خواهد گردید که به صورت کلیدی و اساسی طفل وادار شود که در محیط جرمزا بر بالای اثرات اساسی و بهینه را داشته باشد. محصلان گرامی، بحث دیگر اختلالات زمان تولد است که بعضا ممکن است که در وقت تولد یک سلسله اختلالات به طفل وارد شود، یک نوع فشار و عذیت به طفل وارد شود که این فشار و عذیت بنان یا تولدهای بسیار سخت و دشوار باشد، یا هم وارد کردن ضربه به سر طفل هنگام تولد، که همه از اینها موجب می شود تا اختلالات عقلی و دماغی ایجاد شود و این اختلالات در مجریت بعدی اطفال امکان تأثیر زیاده داشته باشد. بنان به نظر یک از دکتران مشهور فرانسوی به نام رحونی اعتقاد دارد که یکی از عواملی که به بیخردی، ضعف حافظه و کم عقلی اشخاص می انجامد اختلالات وقت تولد می باشد. ژان پناتل دانشمند مشهور فرانسوی بیان می کند که 5% از اختلالات عقلی و دماغی ناشی از اختلالات هنگام تولد می باشد. بنان در هنگام تولد باید ما نهایت دقت را داشته باشیم تا از ایجاد آزار اذیت و طفل خودداری صورت بگیرد و همچنان مصاب شدن به اختلالات عقلی و دماغی اطفال را جدا جلوگیری نماییم، ورنه ما به عوض گذاشتن آنها در پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و مکاتب، ما آنها را روانه زندان‌ها و محابس خواهیم کرد. بحث دیگر را گفتم می‌دانیم محصلان گرامی، بحث جنسیت و نقش آن در بروز ارتکاب جرایم می‌باشد. نقش جنسیت و جنسیت و نقش آن در بروز ارتکاب جرایم می‌باشد. بنابراین این همه عواملی است که و صورت واضح تعریف میکنند. اما در جنب عوامل محصلان گرامی، عوامل دیگری هم وجود دارد که فرزندان را به صورت واضح به ارتکاب اعمال جرمی سوق میدارد، که عوامل محیطی است که بعدا انشاءالله با جزئیات رویان حرف بسا و مساعدهای را خواهیم داشت. بنابراین علل خصوص کسانی که فرزندان را دارا هستند، خداوند متعال فرزندانی برای آنها عطا کرده است، باید جدن در این مسئله نقش کلیدی و اساسی را داشته باشند و باید درک کنند و بفهمند که نهایت اثرگذار است و با زندگی و حیات فرزندانشان را به ابطال و سختی مواجه نسازند. با امید موفقیت شما و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.